خدا محمودی هستم، استاد جامعه شناسی در دانشگاه مریلند. In my current work, I'm trying to unravel this concept of peace. من در کاری که بهش مشغولم تلاش میکنم مفهوم صلح رو باز کنم و راههای بهتری برای پیشرفت جامعه و تعامل با یکدیگر پیدا کنم و این کار راحتی نیست. یعنی کاری که ما درگیرش هستیم رویکردی به صلح داره که همه شموله و همه این کره خاکی رو در بر میگیره، همه ملت ها رو در بر میگیره. That is all inclusive. It includes the entire planet and the peoples of this planet. I see so much suffering, so much oppression, so much misery in the world. ما شاهد رنج‌ها، فشارها و بدبختی‌های زیادی در دنیا هستیم و این رو در همه جوامع می‌بینیم. این مختص یک قسمت خاص از دنیا نیست. شکل‌های مختلفی از فشار وجود داره و در همه جا میشه دیدش. یکی از چیزایی که به نظر من خیلی مهمه، به ویژه در مورد دانشجوهایی که من باهاشون در ارتباطم، اینه که بهشون بگم که این خیلی مهمه که هر انسانی رو همونطوری که هست بپذیریم. میدونم آدمای بد هم وجود دارن، کسانی که کارهای وحشتناکی میکنن، ولی به طور کلی پذیرش بدون تبعیض آدما فوق‌العاده مهمه. این باید یک نقطه آغاز باشه. I think is extremely important. It should be the starting point. I was born in Iran and left the country when I was 9 years old. من در ایران به دنیا آمدم و اونجا رو وقتی 9 سالم بود به همراه خانواده‌ام ترک کردم. پدر و مادر من دوست نداشتن که خانواده از هم جدا باشن و برادر و خواهر بزرگتر من هم به سنی رسیده بودن که باید برای دانشگاه آماده می شدن. و والدین من هم همیشه میخواستن بچه‌هاشون بهترین امکانات تحصیلی رو داشته باشن، به ویژه دختراشون. به خاطر همین تصمیم به جابجایی گرفتن. And they tried different parts of the world because my father, he was a dean of an agricultural college in Iran, and then he. اونا جاهای مختلف دنیا رو بهش فکر کردن. چون پدر من در ایران رئیس دانشکده کشاورزی بود، دنبال جایی بود که بتونه زندگی خانواده رو تأمین کنه و در نهایت از دانشگاه ایالتی یوتا برای دوره فوق لیسانس پذیرش گرفت و در سال 1959 بود که ما از تهران به آمریکا مهاجرت کردیم. So we were very excited. We were very interested in this new opportunity. ما همه خیلی هیجان زده بودیم و به این موقعیتی که برامون فراهم اومده بود علاقه‌مند بودیم. اومدن ما به لوگان در یوتا تجربه کاملا متفاوتی برای همه ما بود. فرهنگ و دنیای جدیدی بود و من باید از والدینم تشکر کنم. اونا به ما میگفتن که ما حالا در یک کشور جدید با یک فرهنگ جدید هستیم و باید در مورد این محیط جدید چیز یاد بگیریم. و این به ما خیلی کمک کرد که این فرهنگ رو باهاش آشنا بشیم. And that helped us to really in a sense explore this culture because we were the only Iranian family in that setting. ما تنها خانواده ایرانی در اون شهر بودیم و در تمام یوتا یه بچه ایرانی همسن من نبود. تصورشو بکنید. From Iran. So you see the perspective here. Eventually I received all of my education in this country. در نهایت من در این کشور تحصیل کردم و به دانشگاه رفتم. جامعه شناسی خوندم و دکترام رو در این رشته گرفتم. بعد وارد عالم دانشگاهی شدم. از سنین جوانی من خیلی به یادگیری علاقه‌مند بودم، یعنی همه جور یادگیری. اگه بهتون بگم که چند بار تصمیم گرفتم که رشته‌مو عوض کنم، میتونین از اون به میزان کنجکاویم پی ببرید. And when I entered academics, I always wanted to know about other fields. I mean, وقتی وارد دانشگاه شدم، همیشه می‌خواستم در مورد رشته‌های دیگه بدونم. یعنی در یه مقطعی از زندگی من به شدت به تاریخ علاقه‌مند شدم و اینکه چقدر مهمه که تاریخ می‌تونه چشم‌اندازی از گذشته به شما بده که از اتفاقات زمان حاضر مطلعتون بکنه. من تقریبا تمام عمرم کار دانشگاهی داشتم به جز 11 سالی که در مرکز جهانی بهایی در حیفا در واحد تحقیق کار میکردم. My beliefs as a Baha'i obviously are extremely important.
to me. عقاید من به عنوان یک باهایی مسلمه که برای من خیلی اهمیت داره. همیشه داشته. این عقاید همیشه راهنمای زندگی من بوده. در عمق قضیه باورهای من به من کمک کردن راهم رو در این دنیا پیدا کنم. چون اگه این ارتباط روحانی رو نداشتم، فکر کنم زندگیم سخت‌تر می‌بود. Because if I did not have that spiritual connection, I think my life would have been much harder. I know every human being on this planet will suffer. من میدونم همه آدمای روی زمین به طریق رنج میکشن. هیچ شکی ندارم. ولی به نظر من رنج بخشی از این زندگیه و اینکه هر کسی چطوری با این رنج برخورد میکنه مهمه. چون اگه مراقب نباشین میتونه شما رو از بین ببره. ولی در این حال میتونین ازش درس بگیرین. But at the same time you can learn from it. I believe that my Baha'i principles من فکر می‌کنم که باورهای مذهبی من به من کمک کردند که بر موانع و امتحان‌های خاصی که در زندگیم داشتم و خواهم داشت چون واقعاً تمامی ندارن فایق بشم. They have guided me, they have strengthened me, given me این باورها منو راهنمایی کردن و صادقانه بگم که به من قدرت درونی دادن. چون حتی با حضور خانواده و دوستان وقتی بخواید توی زندگی حتما کارها رو از نظر اخلاقی درست انجام بدین، گاهی وقتا هست که تنها میمونید. To make sure that ethically and morally you are doing all the correct things, you know. So since 2012, I've been از سال 2012 من به عنوان مسئول کرسی صلح جهانی جامعه بهائی در دانشگاه مریلند منصوب شدم. کرسی صلح یک پروگرام اعطایی دانشگاهیه که رویکردی بین رشته‌ای رو برای بررسی موضوع پیچیده صلح در پیش گرفته. من نمیدونم صلح چجوریه. هیچ ایده‌ای ندارم که یه جامعه صلح‌آمیز چه شکلیه. چون تا حالا یه همچین چیزی ندیدم. پس اگه بگیم که کرسی بهائی میدونه که صلح چجوریه، واقعا جسارته. Peaceful looks like I've never seen it, you know. So to say that the Baha'i chair knows what peace is would really be presumptuous. But what is really exciting about this work is that we invite. ولی چیزی که در این کار خیلی هیجان انگیزه اینه که ما محققین مختلفی رو از تمام رشته‌ها دعوت می‌کنیم تا بیان و به ما بگن که از طریق تحقیقاتشون چطوری میتونن بسیار از مشکلات رو پیدا کنن. Many issues. We focus on women, empowerment of women in peace, structural. ما روی موضوعاتی مثل توانمندسازی زنان در صلح، ساختار نژاد پرستی و ریشه‌های تعصب کار می‌کنیم. ما در مورد تغییرات آب و هوایی و محیطی تحقیق می‌کنیم. ما به طبیعت انسان‌ها و جهانی سازی و حکومت‌ها توجه داریم و اینکه چه اتفاقاتی در دنیا داره می‌افته. و در زمانی که جهان به جای خطرناک تبدیل شده، دولت‌ها به موقع به این چالش‌ها عکس‌العمل نشون نمی‌دن. We bring these scholars and it's a learning community. ما محققین رو میاریم و در این گرد همایی ها از هم یاد میگیریم. ما کنفرانس ها، سمپوزیوم ها و سخنرانی های مختلف میذاریم و این موضوعات رو مورد بررسی قرار میدیم و از سخنران ها میخواییم که راه حل ارائه بدن. It's interesting because oftentimes academics are marvelous diagnosticians. They're excellent at diagnosing issues. این خیلی جالبه که اغلب محققین در تشخیص مشکلات فوق‌العاده هستن. ولی بعضی وقتا صحبت از راه حل‌ها کار ساده‌ای نیست. ولی باید این گفتگو رو شروع کرد و به راه حل‌ها پرداخت. چون در نهایت اون چیزی که کرسی بهائی دنبالش اینه که سیاست‌ها و راهکارهایی رو برای حل این همه مشکلات پیدا کنه. Directions that can be taken in terms of these many challenges. It was actually in Iran that I became conscious of this issue, is the equality of women and men. در واقع اولین بار در ایران بود که من نظرم به مشکل عدم تساوی حقوق زن و مرد جلب شد. البته به عنوان یه دختر 9 ساله یا 5 ساله به این اصل آگاهی نداشتم. ولی من در سنین پایین به این تفاوت که پسرها چه کارهایی میتونن بکنن و دخترها چه کارهایی میتونن بکنن توجه کردم. I wanted to learn to ride a bicycle. I wanted to build things, you know. من یه برادر بزرگتر دارم و یادم میاد که یه بچه پرشر و شوری بودم.
دلم میخواست دوچرخه سواری یاد بگیرم، چیزای مختلف درست کنم و از این قبیل کنم. و متوجه شدم که هر وقت میخوام تو خیابون دوچرخه سواری کنم باید با برادرم باشم. من در اون سن علتش رو نمیفهمیدم، ولی یادم میاد که مادرم میگفت نمیتونی بری بیرون تا وقتی برادرت بیاد و باهات باشه. بعد کم کم توجه کردم که برادرم بدون من میتونه بره بیرون و بازی کنه، ولی من باید منتظر برادرم بشم. البته حالا که بزرگ شدم اینو میفهمم چرا، ولی اون موقع برام جالب بود. تا اینکه اومدیم آمریکا و به تدریج متوجه شدم گرچه اینجا ما میتونیم بریم دانشگاه و موقعیت‌هایی داریم، ولی هنوز با زنها مثل مردها رفتار نمیشه. I was an undergraduate just as the women's rights movement was. وقتی نهضت آزادی زنان در این مملکت شروع شد من داشتم لیسانسمو می‌گرفتم و انصافاً باید بگم که دوران خیلی جالبی بود. البته حرکت کاملی نبود چون بسیاری از اقلیت‌ها رو شامل نمی‌شد، به خصوص زنان سیاه‌پوست رو، ولی به هر حال حرکتی بود که باعث ارتقای آگاهی بود. و از اون به بعد بود که من تصمیم گرفتم آگاهیم رو در این زمینه بالا ببرم، چون هر کسی باید از مسئله اقلیت‌ها در این مملکت خبر داشته باشه. من تمرکزم رو به خصوص روی سیاه‌پوست‌ها گذاشتم و در مدتی هم که در کالیفرنیا ساکن بودم روی مشکل هیسپانیکا یا مهاجرین آمریکایی لاتین. So whether in my teaching or in my academic administrative چه در درس هام و چه در سیستم اداری دانشگاهی، چون در جاهای مختلفی ریاست دانشگاه رو به عهده داشتم، هدف این بود که تا جایی که میتونم دانشجوهایی از اقلیت ها جذب کنم که تحصیلات عالی بکنن و همینطور برای امور اداری زنها رو، رنگین پوستها رو و آدمهایی از فرهنگهای مختلف رو استخدام کنم. این یکی از مهمترین تمرکزهای من در زندگی بوده. Major concentrations in life. I thought that by this time in my life that women would have been. من همیشه در زندگیم فکر می‌کردم که زن‌ها دیگه تا حالا باید از نظر حقوق پایه‌ای انسانی به موازات با مردها قرار گرفته باشن. حتی مثلا برای کار مساوی، دستمزد مساوی داشته باشن و همه این چیزا. ولی من با تعجب می‌بینم که ما در حل این مشکل خیلی کند بودیم. چیزی که من در ارتباط با شرایط جهان و شرایط زنان در جهان می‌بینم خیلی آزاردهنده است. خشونت نسبت به زنان در همه فرهنگ‌ها بیشتر شده. چجوری باید بگم؟ فرهنگ‌هایی که تحصیل زنان براشون تهدید به حساب میاد. Cultures who are threatened by women getting educated. I mean, this I didn't think would happen in the 21st century. یعنی من باورم نمیشد که یه همچین چیزی در قرن 21 وجود داشته باشه که شما با رفتن یه دختر به مدرسه مورد تهدید قرار بگیرید. این واقعا حکایتیه. گاهی اوقات باید بایستیم و درنگ کنیم ببینیم جریان چیه. چه چیزی این عکس العمل‌ها رو نسبت به یک انسان که میخواد درس بخونه موجب میشه؟ Men, of course, I think can wipe out the disparities that مردها البته میتونن باعث از بین رفتن این تفاوت‌هایی که زن‌ها احساس می‌کنن بشن. در واقع اونا میتونن تساوی حقوق رو برای زن‌ها کسب کنن، چون اونا هستن که هنوز قدرت در دستشونه. و من منظورم این نیست که قدرت خیلی کلمه حساسیه. چیزی که من میگم اینه که این مردها هستن که در موقعیتی هستن که میتونن تغییر ایجاد کنن. It's the men right now who are in positions where they can make a difference. And I think they have a responsibility. و فکر میکنم که اونها این مسئولیت رو دارن که با رفتارشون، با نگرششون، با عملکردشون و تغییر ذهنیتشون خودشون رو با این اصول تطبیق بدن و به بقیه مردم هم کمک کنن که این رو بفهمن و همچنین با اعمالشون نشون بدن که بین زنها و مردها تفاوتی وجود نداره. Look at the science and what it's, you know, hormones and neuroscience and all of these research, the research that's being done. این چالشیه که وجود داره. علمو ببینین، هورمون‌ها، علم اعصاب و همه این تحقیقات که در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های بین زنان و مردان انجام شده، به نظر میرسه که اغلب اونها میگن که ما در بسیاری موارد شبیه هم هستیم و تفاوت‌ها قابل اغماز هستن. They're negligible. So it isn't that women قضیه این نیست که زنها کارهایی رو که مردا میکنن نمیتونن بکنن، بلکه اینه که آیا ما میخوایم که این یک نواختی رو به وجود بیاریم یا نه.
میدونین مشکل اینه. آیا ما نمیتونیم بذاریم زنها زن باشن و مردها مرد و این تساوی هم وجود داشته باشه؟ و اینجوری بهشون نگاه نکنیم که زنها از زهره هستن و مردها از مریخ. یعنی این ابلهانه است. این کاملا احمقانه است. چون ما شباهت همون خیلی بیشتر از تفاوت همونه. و از نظر روحانی اصلا تفاوتی وجود نداره. پس این هم یه شکلی از تحصیل. And spiritually there's absolutely no difference. And so again it's a form of prejudice. I think younger women should do their very best to not be impacted. به نظر من دخترای جوان باید نهایت تلاششون رو بکنن که تحت تاثیر این رفتار نامحسوس در مدرسه، در جامعه، در مدیا که اونها رو اونطوری کلیشه‌ای تصور میکنه قرار نگیرن. من میگم زنان جوان باید اهداف عالی داشته باشن. شما به خوبی هر انسان دیگه‌ای در این کره خاکی هستین و نباید تسلیم نقش‌های پیش پا افتاده‌ای که برای زنها در نظر گرفته شده بشین.